به نام خدا، سلام به همه فرادرسی های عزیز. من تقوی هستم، با آموزش درس اصول و افسارهای توانبخشی در خدمتتون هستم. امیدوارم بتوانم طی این دوره اطلاعات مهم و کاربردی رو در خصوص نقش مهندسان پزشک در توانبخشی ارائه دهم. در مقدمه ما به بیان مفاهیم پایه مثل نقص، ناتوانی و معلولیت میپردازیم. توانبخشی را تعریف میکنیم، معلولیت را از دیدگاه توانبخشی طبقه بندی میکنیم، در ادامه نگاهی به تاریخچه توانبخشی و سیر تحول نگرش جامعه نسبت به معلولان داریم، شاخه های توانبخشی را بیان میکنیم، تیم توانبخشی را معرفی میکنیم و در نهایت به نقش شما مهندسان پزشک در توانبخشی میپردازیم. تندرستی به معنای سلامت جسمی، ذهنی و اجتماعیه. به فردی میگوییم فرد سالم و تندرست که هیچ بیماری و اختلالی در این سه بُعد جسمی، ذهنی و اجتماعی نداشته باشه. منظور ما از بُعد ذهنی، ذهنی و روانیه. نقص. نقص هر گونه ناهنجاری، اختلال، بیماری در بُعدهای جسمی، روانی و فیزیولوژیکیه. منظور از نقص فیزیولوژیکی عدم کارکرد صحیح عضو از بدنه. نقص از طریق یک عامل ایجاد نقص ایجاد میشه. عامل ایجاد نقص میتونه مادرزادی باشه و قبل از تولد در فرد شکل بگیره. مثل کودکان سندروم دان. میتونه ارثی باشه، مثل بیماران هموفیلی و یا حتی در اثر حادثه و یا سبک زندگی غلط ایجاد شده باشه، مثل فلج عضو بدن در اثر تصادف. ضمناً نقص میتونه موقت، ثابت و پیشرونده باشه. ناتوانی پیامد نقصه. به علت نقص فرد در یک سری از حرکات خود و در زندگی روزمره خود یه سری محدودیت ها احساس میکنه. این محدودیت ها که به علت نقص ایجاد شده بهش میگن ناتوانی. مشارکت. مشارکت میزان ارتباط و حضور فرد در محیط بیرون و اجتماعه. میزان مشارکت اجتماعی هر فرد با میزان فعالیت و حضور اجتماعی فرد سنجیده میشه و در آخر به قسمت اصلی میرسیم. معلولیت. معلولیت پیامد نقص و ناتوانی فرده که موجب کاهش مشارکت فرد و در نهایت ایجاد شکاف بین فرد معلول و جامعه شده است. در واقع عامل نقص موجب نقص شد. نقص موجب ناتوانی شد و به علت ناتوانی حضور فرد در اجتماع و فعالیت‌های اجتماعی فرد کاسته شد تا به جایی که به یک انزوای اجتماعی رسید فرد و یک فاصله‌ای بین او و اجتماع ایجاد شد که به این مفهوم مفهوم معلولیت می‌گویند. در این مبحث به تعریف توانبخشی و طبقه بندی انواع معلولیت میپردازیم. همونطور که تو مبحث قبلی گفتیم، فرد معلول به علت ناتوانی که خودش پیامد نقص بود، یک سری محدودیت ها در انجام فعالیت های روزمره ایجاد شد در زندگیش و در نهایت باعث شد که مشارکت اجتماعیش کاهش پیدا کنه و در نهایت به یک انزوای اجتماعی برسه. حالا بخواییم توانبخشی، ریهابلیتیشن یا نوتوانی و بازتوانی رو تعریف کنیم. به مجموع اقداماتی که در راستای درمان و آموزش فرد معلول انجام میشه که موجب کاهش فاصله و یا تفاوت فرد ناتوان و سالم میگردد و در نهایت با هدف دستیابی به سطح نهایی توانایی و عملکرد فرد معلول و افزایش مشارکت فرد معلول انجام می‌گردد، به همه این اقدامات که اهداف در واقع توانبخشی هستند، توانبخشی نوتوانی یا بازتوانی گفته می‌شود. در نهایت هدف نهایی اینه که یه فرد معلول یاد بگیره که با ناتوانی‌های خود بتونه فعالیت‌های روزمره خود را انجام بده و در جامعه حاضر بشه. و اما معلولیت چگونه دسته‌بندی میشه؟
در سه دسته معلولیت جسمی، معلولیت اجتماعی و معلولیت ذهنی و روانی معلولیت دسته‌بندی میشه. معلولیت جسمی. معلولیت جسمی مربوط به نقص و اختلالات در بُعد جسمی میباشد که این نقص و اختلالات میتونه نورولوژی مربوط به مغز و سیستم اعصاب باشه، میتونه ارتوپدی باشه و میتونه داخلی باشه. پس گفتیم نقص نورولوژی مربوط به اختلالات سیستم عصبی و ضایعات نخاعی مثل فلج اعضای بدن، بیماری MS. نقص ارتوپدی مربوط به سیستم اسکلتی بدنه. هر گونه مشکل و نقصی که این مشکل و نقص میتونه قطع عضو باشه، معلن قطع عضو یا ناهنجاری و اختلالات و بیماری های سیستم اسکلتی. حالا این سیستم اسکلتی ناهنجاریش میتونه مفصلی باشه، میتونه استخوانی باشه و یا حتی میتونه عضلانی باشه که در نهایت این بیماری ها فرد در حرکت، حالا حرکت یه عضو از بدن یا تعدادی از اعضای بدن دچار مشکل و عارضه هست. نقص داخلی، بیماری های حالا فیزیولوژیکی داخلی بدن بهش میگن نقص داخلی. این بیماری مثل قلبی، کلیوی، تنفسی، دیابت، هموفیلی، تالاسمی یا حتی اختلالات سیستم بینایی که باعث نابینایی یا اصلا نابینای مطلق، دیربینا، کمبینا، اختلالات سیستم شنوایی مثل ناشنوای مطلق، ناشنوا، دیرشنوا، همه اینها جزء گروه معلولیت جسمی هستند. و اما معلولیت اجتماعی مربوط به مواردی هست که افراد اون هنجارهای مورد تایید جامعه و روابط اجتماعی سالم رو ندارن و از دید جامعه مورد تایید نیستن. گروه منزوی گفته می شود. مثل کودکان آسیب دیده که این کودکان آسیب دیده یا کودکان بی سرپرستن یا خیابانیان یا حتی فراری و بزهکار گفته میشه. مثل محکومین دراز مدت زندان ها، معتادین، متکدیان، روسبیان، همین ها جز معلولیان اجتماعی گفته میشوند. و اما معلولیت ذهنی، البته ما در دستبندی معلولیت ذهنی و روانی داریم که خودش باز به دو دسته ذهنی و معلولیت روانی دستبندی میشه. معلولیت ذهنی میان بر اساس قوای ذهنی در سه دسته قرار میگیرن. ما بهره هوشی یا قوای ذهنی آستانه داره یا حد انتظار داره که اگه هر فردی از اون حد انتظار پایین باشه به عنوان یک فرد متفاوت و معلول قرار میگیره که بسته به این که باز خودش چقدر این عدد پایین تر از اون سطح آستانه است باز در یک گروه متفاوتی قرار میگیره. کلن معلولان ذهنی در سه دسته آموزش پذیر، تربیت پذیر و پناهگاهی یا ایزوله دستبندی میشه. آموزش پذیر بهره هوشی 50-75. یک فرد عادی بهره هوشیش بالاتر از 75. این افراد اگر تحت آموزش قرار بگیرن میتونن زندگی مستقلی تشکیل بدن، حتی ازدواج کنن. با آموزش حل میشه مشکلشون. تربیت پذیر بین 25-50 بیشتر باید آموزش بگیرن و خب نهایتاً اون توانایی هم که کسب میکنن در نهایت نسبت به این گروه پایین تره. و اما پناهگاهی یا ایزوله که بهره هوشیشون کمتر از 25، این افراد حتی با آموزش های بسیار به سختی میتونن به زندگی عادی برگردن. در کل حتی با آموزش بیشتر از چند کلمه قادر به صحبت کردن نیستن. و اما معلولان روانی، بسیار از بیماری ها و اختلالات مزمن روانی در نهایت باعث میشه که فرد از یک زندگی عادی فاصله بگیره و به یک انزوایی برسه که در این حالت دچار یک معلولیت میشه که مزمن باشه و یک تفاوتی تو سبک زندگیش ایجاد کنه نسبت به فرد عادی. این اختلالات میتونه مثل اختلالات ادراکی باشه مثل توهم، میتونه مربوط به اختلالات تفکر باشه مثل هذیان، اختلالات حافظه مثل بیماری آلزایمر که خیلی معروفه و مخصوصا در سنهای بالا دیده میشه، مثل اختلالات عاطفه مثل افسردگی و اضطراب، اختلالات هوشیاری
از دست رفتن یا کاهش سطح هوشیاری آگاهی فرد. خب ما در مورد سه تا معلولیت جسمی و اجتماعی ذهنی و روانی صحبت کردیم. ولی تو همین اختلالات حرفی از اختلالات گفتاری زده نشد. خب چرا ما بینایی گفتیم اختلالات بینایی که جزء معلولیت جسمی بود. اختلالات شنوایی هم گفتیم که جزء معلولیت جسمی بود. اختلالات گفتاری چون باید ریشه یابی بشه و ببینن که علل اون اختلالات گفتاری چیه. میتونه مربوط به اختلالات آناتومی بدن باشه، دستگاه گفتاری یه فرد مشکل داشته باشه که در اون صورت جزء معلول جسمی محسوب میشه. میتونه به اثر یک شوک و یک آسیب روانی ایجاد بشه که بهش میگن اختلالات روانی. و حتی در مورد ما صحبت کردیم که قوای یا بهره هوشی فرد در تکلم فرد تأثیر گذاره. پس میتونه حتی اگر مربوط به مشکلات بهره هوشی باشه جزء اختلالات ذهنی باشه. پس ما باید اول علل و ریشه اونو پیدا کنیم. با توجه به علل و ریشه در یکی از این گروه‌های معلولیت جسمی یا ذهنی و روانی قرار میگیره. در این مبحث به بیان تاریخچه توانبخشی و سیر تحول نگرش جامعه نسبت به معلولان میپردازیم. تاریخچه توانبخشی در علم پزشکی شامل سه دوره پزشکی درمانی، دوره پیشگیری و دوره توانبخشی پزشکی یا طب فیزیکی می باشد. از شروع خلقت بشر بیماری همواره وجود داشته و درمانگرا و پزشکان در تلاش جهت درمان این بیماری ها و کمک به بشریت بودن. این دوره تاریخ پزشکی رو دوره پزشکی درمانی میگویند. پس از کشف میکروب ها، ویروس ها و شناخت عامل بسیاری از بیماری ها، یک قدم علم به سمت جلو برداشت و واکسن ها کشف شد. با کشف واکسن ها بسیاری از بیماری ها مثل بیماری وبا، بیماری طاعون، آبله، بسیاری از این بیماری ها درمان یا ریشه کن گردید. این دوره از تاریخ علم پزشکی رو دوره پیشگیری میگویم. که وقتی دوره پیشگیری میگه شما تو ذهنتون شناخت میکروب ها، عامل بسیاری از بیماری ها، باکتری ها، ویروس ها و کشف واکسن باید بیاد. دوره نهایی دوره توانبخشی پزشکی و طب فیزیکی. پس از جنگ جهانی اول، اپیدمی فلج اطفال در آمریکا، تعداد معلولان جسمی آمارش خیلی در جهان به ویژه در آمریکا و اروپا بالا رفت. این باعث شد که وقتی تعداد معلولان بیشتر شد، پزشکان، متخصصان، دانشمندها هدفشون بشه کمک به این معلولان، اینکه اونها رو امیدوار کنن از پتانسیل و نیروی انسانی نهفتهشون استفاده کنن و باعث خودشکوفایی آنها بشن، هدف اونها شد و شروع کردن تلاش در جهت کمک به معلولان. پس از گذشت زمانی پیشرو این تلاش ها و این در آمریکا، پزشکی به نام ادوارد راس اولین مرکز توانبخشی رو در بیمارستان بلویو در نیویورک تأسیس کرد. بدین ترتیب دوره جدیدی در پزشکی به نام توانبخشی پزشکی یا طب فیزیکی آغاز گردید. سیر تحول نگرش جامعه نسبت به معلولان. در طی قرون گذشته برخی افکار تعصب‌آمیز، خرافات، نگرش افراد غیر معلول به میزان قابل ملاحظه تعیین کننده کیفیت زندگی و سرنوشت افراد معلول بوده که باعث شده 5 سرنوشت یا 5 برخورد در طول تاریخ با معلولان بشه که عبارت اولیش دوران حذف و طرد معلولان در جامعه. عواملی همچون عقاید خرافی، نژادپرستی، تعصب‌ها باعث شد که از معلولیت بترسن و حتی متنفرشن جوامع و در نهایت دیدگاهشون بود که افراد معلول باید از جامعه طرد بشن، کشته بشن یا از دیدها پنهان بشن. این بدترین دوران بود
جهت برخورد با معلولان و واقعا شیوه غیر انسانی و جوامع در پیش گرفتن. دوره بعدی در اوضاع بهتر شد، دوران نگهداری معلولان در مراکز خاص و دور کردن آنها از دید مردم. یه ذره شرایط بهتر شد، دیدن حالا خیلی انسانی نیست، معلولان هم به هر حال آفریده خداوند هستن، پس باید فرصت زندگی به آنها داد. اونها رو می اومدن در یه مرکز خاص که بهشون میگن اصطلاحاً نوانخانه نگهداری میکردن. این نوانخانه ها از دسترس به دور بودن و در یک انزوایی نگهداری میشد. این نوانخانه های مرکز خاص هم حتی توسط دولت ایجاد میشد. بعد باز یه ذره شرایط بهتر شد، دوران نگهداری معلولان در مرکز شبانه روزی بر اساس نوع معلولیت. به این مدل میگن خدمات مؤسسه‌ای. اومدن گفتن که خب ما اولا نباید تمام معلولان رو کنار هم قرار بدیم، باید معلولیت رو طبقه بندی کنیم، بشناسیم و هر معلولان بر اساس معلولیت بیایم در مؤسسات مختلف نگهداری کنیم. اون فردی که معلول ذهنیه نباید کنار یه نفر که حالا معلول جسمیه قرارش بدیم. همچنین نهادهای مردمی و مؤسسات خیریه هم دخیل شدن در کنار دولت به حمایت از معلولان پرداختن. حالا با پیشرفت این اومد یه مرحله بهتر، مرحله تشویق و حمایت معلولان در جهت زندگی در کنار خانواده. میخوایم بدونیم چرا از اینجا به اینجا رسیدیم. علتش همون جنگ جهانی اپیدمی فلج اطفال باعث شد، گفتیم که خیلی تعداد معلولان در مخصوصا در نواحی پیشرفته جهان مثل آمریکا و اروپا بالا بره. دیدن این خدمات مؤسسه‌ای خیلی گرون برای مردم و دولت در میاد. گفتن خب پس ما یک کار کنیم، مؤسسات تعدادش رو کمتر کنیم تا حد امکان بیان معلولان در کنار خانوادهشون زندگی کنن و خانواده مسئولیت نگهداری از معلولان رو به عهده بگیرن. پس مرحله تشویق و حمایت معلولان در جهت زندگی در کنار خانواده و در نهایت مرحله خودشکوفایی و حمایت از معلولان برای حفظ استقلال و افزایش مشارکت اجتماعی. و بعد اومدن توانبخشی رو تعریف کردن. علم توانبخشی بسیار پیشرفته شد، هنوز شاخه‌های مختلفی گرفت. نهایتاً گفتن که خب بازم حتی در کنار خانواده ما باید بریم یه قدم جلوتر. معلول باید بتونه نیازهای خودش رو رفع کنه و بتونه مسئولیت بگیره، بتونه در جامعه حاضر شه، مشارکت اجتماعی داشته باشه. این بهترین حالته. به عبارتی معلول باید به خودشکوفایی برسه که به این میگن مرحله خودشکوفایی و حمایت از معلولان برای حفظ استقلال و افزایش مشارکت اجتماعی. در این مبحث به بیان ارکان توانبخشی، معرفی تیم توانبخشی و در آخر به نقش مهندسی پزشکی در توانبخشی میپردازیم. ارکان یا شاخه های توانبخشی دارای 4 رکن اصلی و تعدادی رکن فرعیه که چه رکن‌های اصلی و چه رکن‌های فرعی با یکدیگر در ارتباطن و از یکدیگر مستقل نیستن. توانبخشی اجتماعی به عنوان یکی از 4 رکن توانبخشی موظف با ایجاد بستر مناسب تا حد امکان شرط حضور و بازگشت فرد معلول در جامعه رو فراهم آورد. توانبخشی آموزشی هدف از توانبخشی آموزشی فراهم نمودن شرایط ارتقای دانش، یادگیری و کسب مهارت برای فرد معلوله. توانبخشی پزشکی یا توانپزشکی به کلی اقداماتی که چه تشخیصی باشن، جهت شناسایی عامل نقص و چه درمانی باشن، جهت رفع یا حتی بهبود نقص و پیامدهای ناشی از آن، به کلی این اقدامات توانپزشکی یا توانبخشی پزشکی میگوین. توانبخشی حرفه‌ای عبارت از مجموعه اقداماتی جهت اشتغال و بکارگیری فرد معلول در شغل مناسب که با این
هدف فرد معلول با کسب درآمد و تأمین معاش به منزلت شخصی و اجتماعی دست می‌یابد. سایر ارکان توانبخشی ارکان فرعی هستند که خود این ارکان فرعی میان زیر مجموعه یک یا چند تا رکن اصلی قرار می‌گیرد. معروف‌ترین ارکان فرعی عبارتند از توانبخشی روانی، توانبخشی قلبی، توانبخشی سالمندان. توانبخشی روانی که مشخصه، یعنی کلی اقدامات که در راستای کاهش بحران‌های عصبی و روانی. حالا جالب اینجاست چه در فرد آسیب دیده و چه در اطرافیان فرد. توانبخشی قلبی برای اون دسته از افرادی هست که دچار معلولیت جسمی، مورد بیماری‌های داخلی از جمله بیماری‌های قلبی هستند. کمک می‌کنه به این افراد که با این نارسایی قلبی و عروقی بتونن یک زندگی مطلوبی داشته باشن. توانبخشی سالمندان. توانبخشی سالمندان به خاطر کهولت سن، فرسایش طبیعی اندام‌ها، ممکنه یک یا چند بیماری قرار بگیرن، ممکنه چه معلولیت جسمی داشته باشن چه معلولیت روانی مثلا بیماری آلزایمر. حالا هدف از توانبخشی سالمندان اینه که کمک کنه به سالمندان که سلامتیشون رو حفظ کنن و با کلیه حالا اون نقصایی که در اثر کهولت سن درشون ایجاد شده بتونن عمل کرده مستقلشون رو حفظ کنن در زندگی. و اما قسمت بعدی معرفی تیم توانبخشی. اول ما میگیم که چرا تیم توانبخشی؟ توضیح میدیم. توانبخشی یک کار تیمیه. در این کار تیمی هدفهای کلی برنامه توانبخشی یا نوتوانی یک معلول به هدفهای کوچک در تیمهای کوچک توانبخشی، حالا تیمهای توانبخشی حرفه‌ای، آموزشی، اجتماعی و توانپزشکی تقسیم میشه و هدف تیمهای کوچک در نهایت هدف نهایی توانبخشی که خود شکوفایی فرد معلوله برآورده میسازه. تیم توانبخشی مانند ارکان توانبخشی به 4 رکن یا تیم توانبخشی حرفه‌ای، آموزشی، اجتماعی و پزشکی تقسیم میشه که هر تیم باز خودش یک هدفی داره متناسب با اون تعریف رکن و این هدف‌های کوچک با همدیگه جمع میشن هدف نهایی توانبخشی رو برآورده میکنه. خب در تیم توانبخشی اول میریم سراغ تیم توانپزشکی یا توانبخشی پزشکی. اعضایی مثل فیزیوتراپ، کاردرمانگر، ارتوپد فنی، گفتار درمانگر، شنوایی سنج، پرستار توانبخشی، بینایی سنج و روانپزشک، روانشناس و مددکار اجتماعی تشکیل شده. باید بدونید که این اعضا ثابت نیستن. با توجه به نوع معلولیت، نیاز فرد معلول، اعضا در کنار هم قرار می گیرن. به عنوان مثال فردی که دچار معلولیت جسمی شنوایی، خب تو تیمش شنوایی سنج داره، ولی خب این فرد لازم نیست تو تیم توانبخشیش یک فرد بینایی سنج باشه. توانبخشی حالا حرفه‌ای، که در توانبخشی حرفه‌ای گفتیم که کمک میکنه به فرد معلول که جذب یک شغلی بشه و به منزلت اجتماعی دست پیدا کنه. با توجه به این تعریف در توانبخشی حرفه‌ای پس خب روانشناس باید باشه که خب اعتماد به نفس رو در فرد معلول بالا ببره و اون مشکلاتی که داره فرد معلول بتونه براش بیان کنه در جامعه. مددکار اجتماعی باید حتما باشه که خب در اینکه چه شغلی مناسب این فرده و با چه محیطی این فرد در ارتباط هست بتونه براش مشکلاتو حل کنه. کار درمانگر هم هست، و
فرد آموزش بده با محیط شغلی و امکانات محیط شغلی بتونه سازگار بشه، مسئولیتاشو انجام بده. و خب توانبخشی اجتماعی گفتیم فرد رو باعث میشه که بتونه کمک میکنه که در جامعه حضور یا به مشارکت اجتماعی داشته باشه. پس همونطور که از تعریفش مشخصه، بازم روانشناس میخواد و مددکار اجتماعی. در تیم توانبخش آموزشی که گفتیم باید امکانات آموزشی و کسب مهارت و انتقال داده‌ها برای فرد معلول مهیا بشه، هم روانشناسه و هم مددکار اجتماعی، کار درمانگرم هست که بتونه با آموزش به فرد معلول تطابق با محیط رو یاد بده. اگر در سنین کودکیه، کادر مدرسه هم میتونه باشه. پس نکته مهم این بود که چه تیم توانبخشی از هر نوعی باشه، در نهایت این تیم ها با هم کار میکنن و هدفشون خودشکوفایی فرد معلوله. و مورد دیگه که در این تیم با توجه به نیازهای فرد معلول اعضای مختلفی دعوت به عمل میاد. حالا در آخر به قسمت اصلی میرسیم، نقش مهندسان پزشکی در توانبخشی. رشته مهندسی پزشکی در توانبخشی خیلی رشته مهمیه که از اولین و مهمترین وظایف مهندسان پزشک طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی مرتبط با توانبخشی. این تجهیزات پزشکی میتونه تشخیصی باشه، میتونه درمانی باشه. مثلا تجهیزات تشخیصی میتونیم دستگاه تصویر برداری رو نام ببریم که با عکس برداری از آناتومی بدن، بافت‌های بدن میتونن بسیاری از بیماری‌ها رو نشون بدن. درمانی هم میتونیم مثلا به وسایل کمک توانبخشی اشاره کنیم که اون نقص رو پوشش میدن، مثل سمعک یا پیس میکر، باتری قلب که داخل قلب میذارن و درمان کننده نارسایی قلبه. مورد دوم، تعمیر تجهیزات پزشکی مرتبط با توانبخشی. خب هر مرکز درمانی یا مؤسسه پزشکی که دارای تیم توانبخشیه یه سری دستگاه‌ها داره که گفتیم، مثلا دستگاه‌های تصویربرداری، حالا تجهیزاتی که تو اتاق‌های عمل استفاده میشه و خیلی از دستگاهی که مرتبط با توانبخشیه در این مرکز وجود داره. حالا تعمیر و نگهداشت این دستگاه‌ها یکی از وظایف مهندسان پزشکه. مورد بعدی، خب مهندسان پزشکی میتونن مسئول فنی شرکت‌های وارد کننده، تولید کننده، توزیع کننده تجهیزات پزشکی مرتبط با توانبخشی باشن و به کار اون شرکت‌ها نظارت کنن. در نهایت، نظارت بر تامین تجهیزات پزشکی مرتبط با توانبخشی در مرکز درمانی. خب اگر مرکز درمانی نیاز به خرید یه سری تجهیزات داشته باشه که این تجهیزات توانبخشی مورد نیاز تیم توانبخشی هست، افراد مهندس پزشک میان نظارت میکنن بر تامین، مشاوره میدن به تیم توانبخشی و حتی جهت استفاده بهینه از این تجهیزات کمک میکنن به تیم توانبخشی. با بیان مقدمه‌ای بر خواص مکانیکی و رفتار اعضای بدن در خدمت شما فردرسی عزیز هستم. پس از ارائه توضیحات در خصوص سیستم حرکتی در بدن انسان، اجزای آن از قبیل استخوان، غضروف، رباط، تاندون را توضیح می‌دهیم و در نهایت به قسمت مورد علاقه شما، مهندسان پزشک، معرفی تجهیزات پزشکی تشخیصی صدمات ساختار اسکلتی بدن می‌پردازیم. سیستم حرکتی بدن انسان مجموعی از بافتای به بدن انسان توانه حرکت و جابجایی میده. این سیستم از اجزا به شرح زیر تشکیل شده است. استخوان، به استخوان اسکلت هم گفته میشه. غضروف، لیگامنت یا رباط، تاندون، عضله. پس یکی از قسمت‌های مهم اجزای سیستم حرکتی انسانه که شامل 5 جزء استخوان، غضروف، رباط، تاندون و عضله است. خب حالا میخوام ویژگی‌های اصلی استخوان یا وظایف اصلی استخوان
در بدن انسان رو بدونیم. سازه اصلی سیستم حرکتی بدن انسان استخوان‌های اوست. این سازه بسیار محکمه و به گونه یک دیگر ارگان‌ها یا اندام‌های بدن بر روی آن قرار گرفته یا به اون متصل شده و یا حتی در داخل آن قرار گرفته. برای اندام‌هایی که در داخل بدن هستن و استخوان محیط آنها را احاطه کرده، وظیفه استخوان در اینجا حفاظت از این اندام هاست. اندام های حیاتی مثل مغز، مثل قلب، استخوان ها دورش کشیده میشه و از اونها حفاظت میکنه. به عبارتی میتونیم بگیم استخوان داربست اسکلتی بدن انسانه. اگر بدن انسان رو مثل یک خونه در نظر بگیریم، پایه های اون خونه استخوانه. با انقباض عضلات متصل به استخوان‌ها، نیروی جابجایی حاصل از انقباض عضلات میاد به استخوان‌ها نیرو وارد می‌کنه و این نیرو باعث حرکت استخوان‌ها میشه. حرکت استخوان‌ها باعث میشه که عضلات و سایر قسمت‌های بدن که با آنها متصلن حرکت کنن. پس بدون استخوان انسان قادر به حرکت نیست. عضو اصلی سیستم حرکتی همین استخوانه. استخوان‌ها محل تولید گلبول‌های سفید، قرمز و منبع مواد معدنی هستند. به عنوان یک بافت زنده و فعال، قابلیت رشد کردن، تغذیه کردن و حتی از بین رفتن رو دارن. پس اینم خیلی مهمه که استخوان یک بافت زنده است، در طول گذر زمان رشد می‌کنه، مرتبا خودش رو بازسازی می‌کنه، می‌میره. همه موارد هست برای استخوان. این 4 تا ویژگی مهم استخوانه. حالا میخواییم بدونیم که ساختار استخوان چیه؟ از چه اجزایی تشکیل شده؟ استخوان مثل هر بافت دیگه سلول داره، ولی جالبش اینه که در استخوان این سلول ها در کنار هم قرار گرفتن و یک فاصله بین آنها هست. این فضای بین سلول‌ها رو یه ماده بین سلولی پر می‌کنه که بهش میگن ماتریکس یا ماده بین سلولی استخوانی. مثل یک ملاتیه که در واقع بین سلول‌ها رو پر کرده. خب حالا می‌خوایم بدونیم که اجزای تشکیل دهنده این ماتریکس یا ماده بین سلولی چیه. 2 تا فاز داره، یعنی 2 تا فاز مواد معدنی داره و عالی. مواد عالی یا پروتئینی در ماتریکس میگیم یک رشته های پروتئینی به نام کلاژن هستند، داره مقدار کمی پلی‌ساکارید یا قند و چربی، مقدار خیلی کمی چربی. این فاز مواد عالی روی ماتریکس یا فاز مواد پروتئینی ماتریکس رو از این 3 تا ترکیب تشکیل شده. یه فازی هم داره مواد معدنی. فاز مواد معدنیش از املای کلسیم که حالا ترکیبات کربنات و فسفات کلسیم، اینها فاز مواد معدنی ماتریکس رو تشکیل دادن. پس ما 2 جزء اصلی داریم به تشکیل دهنده تو ماتریکس: مواد عالی پروتئینی، مواد معدنی. ساختار استخوان. ماتریکس استخوانی رو گفتیم که بین سلول‌های استخوانی قرار گرفته. همچنین ما عروق اعصاب هم در بافت استخوان داریم. وظیفه این عروق اعصاب اینی که تغذیه میدهن سلول استخوانی، و یعنی سلول استخوانی منبع تغذیهش همین عروق اعصابه. سلول استخوانی هم حالا یکی از مهمترین وظیفه‌هاش اینی که ماتریکس استخوانی رو مدیریت میکنه، ماتریکس رو بسازه، کم کنه، شکل بده، از بین ببره. این هم از وظایف سلول استخوانیه. پس 3 جزء اصلی در ساختار استخوان چیه؟ ماتریکس، سلول، عروق و اعصاب. در استخوان چند نوع سلول زنده وجود داره که وظیفه اونها با توجه به حالا شرایط سلول، نوع سلول تعریف شده. سلول های استئوبلاست، سلول های استئوکلاست و در نهایت سلول های استئوسیل. استئوبلاست ها سلول های چند هسته ای هستن. ماده پروتئینی از جنس کلاژن می سازن
و باعث میشن که مواد معدنی بر روی این مادهای کلاژن سوار بشه و در نهایت ماتریکس استخوانی رو شکل میدن. پس وظیفه ساخت ماتریکس استخوانی همین سلولای استئوبلاسته. بعداً میخونیم که استئوبلاست تو حتی تولید سلولهای استئوستی هم نقش مهمی دارن. استئوکلاست‌ها. استئوکلاست‌ها سلول‌های چند هسته‌ای هستند. مثل استئوبلاست، اونم استئوبلاست هم چند هسته‌ای بود. وظیفه اصلیشون جذب ماتریکسه. یعنی باعث میشن که ماتریکس‌هایی که معیوبن یا مشکل دارن یا دچار مردگی شدن از بین میبرن. به خاطر همین بهشون اصطلاحاً میگن سلول‌های استخوان‌خوار. در واقع این استئوکلاست‌ها میتونیم بگیم که مثل یه رفتگرن، هر جا ماتریکسی خراب و معیوب بود اینو میخورن، از بین میبرن و در نهایت به استئوسید. استئوسید اصلی‌ترین سلولای ساختار استخوانن. این سلولا مسئولیت حفظ و نگهداری بافت استخوانو دارن. خود استئوسیدها هم توسط این استئوبلاست‌ها گفتیم تولید میشن. به خاطر این به استئوبلاست میگن استخوان‌ساز، به استئوکلاست میگن سلولهای استخوان‌خوار و استئوسیت هم سلولهای معمولی هستن که وظیفه حفظ و نگهداری بافت استخوانو دارن. بینیم به قسمت بعد. در این قسمت، در قسمت آرایش بافت استخوان، ما قصد داریم که بگیم که سلولهای استخوانی در ماتریکس و در کنار عروق اعصاب در چه حالتی قرار گرفتن. هر سلول استخوان در یک محفظه کوچیکی قرار گرفته که به اون محفظه کوچیک لاکونا میگن. در اطراف لاکونا کانال توخالی وجود داره که حاوی عروق و اعصابه. بهش میگن کانال هاورز. پس در نتیجه در قسمت مرکزی یک کانال کوچولویی حفره توخالی سلول درش واقع شده، بهش میگن لاکونا، که خیلی ریزه. بعد کانال هاورز دور لاکونا کشیده شده. لاکونا از طریق این کانال هاورز اکسیژن و مواد غذایی رو به استئوسیت میرسونن. فاصله لاکونا تا کانال هاورز هم جالبه بدونین از 0.1 میلیمتر کمتره. طرز قرار گرفتن و ساختار ماتریکس یا ماده بین استخوانی نظم خاصیه. املاح مواد معدنی به صورت یک تیغه‌های دایره‌ای شکل مانند، الان اینجا می‌بینید دایره‌ای شکل مانند دور یک کانال هاورز کشیده شده. این دایره متحد المرکزن، یعنی هر کانال هاورز چند تا از این تیغه‌ها و دایره‌های متحد المرکز دورش رو گرفتن. به هر یک از این تیغه‌ها میگن چی؟ لاملا. لامله ها پس از جنس مواد معدنی هم تو ماتریکس. حالا یک مجرای هاورز که این بود که داخلش هم لاکونا بود با مجموعی از لامله ها که در دورش قرار گرفتن بهش میگن هر کدوم از اینا سیستم هاورزی. پس این یه سیستم هاورزیه، این یه سیستم هاورزیه، اینم یه سیستم هاورزیه دیگه. استخوان‌ها از نظر آرایش لامیناها و تراکمشون به دو دسته کورتیکال و اسفنجی تقسیم میشن. استخوان‌های کورتیکال اصطلاحاً میگن استخوان‌های متراکم. استخوان‌های اسفنجی کم تراکم و متخلخل هم بهشون میگن. استخوان‌های کورتیکال که متراکم هستن در سیستم‌های هاورزشون به چه حالت میاد؟ میگه که لامله ها خیلی به هم نزدیکن، تعداد سیستم های هاورزیشون زیاده، یعنی تعداد مثلا کانال های هاورزی لامله های نزدیک هم زیاده و بخاطر متراکم شده. در تصاویر رادیولوژی به علت تراکم بالاشون هم به رنگ سفید دیده میشن. در استخوان های اسفنجی حالت اسفنج و متخلخلن. در بینشون فضاهای حفره‌ای مانند حالت خالخالیه. تعداد سیستم های هاورزیشون کمه. به خاطر همین
در تصاویر رادیولوژی چون تراکمشون کمی تیره تر دیده میشن. تو این فضاهای متخلخل هم محل وجود مغز استخوانه. وظیفه مغز استخوانه تولید سلول‌های خونی، گلبول‌های قرمز و گلبول‌های سفیده که قبلا اگه یادتون باشه جزء ویژگی‌های استخوان محل و منبع تولید سلول‌های خونی بود گفتیم. خب اینم از انواع استخوان‌ها از لحاظ آرایش تیغه استخوانی و تراکمش. ما استخوان بندی یا سیستم اسکلتی رو بر اساس هدف و موقعیت استخوان به دو دسته تقسیم می‌کنیم. استخوان بندی محوری، اسکلت یا استخوان بندی جانبی. در اسکلت محوری اعضای از قبیل جمجمه، ستون فقرات، قفسه سینه رو داریم، یعنی بیشتر بالا تنه رو داریم. علت نامگذاریش اینه که استخوان‌هایی که در استخوان بندی محوری هستن در محور و مرکز بدن قرار دارن، ستون اصلی بدنن. همچنین اون استخوان‌ها از اندام‌های حیاتی مثل مغز، قلب حمایت میکنن، حتی ششها و حرکت خم شدن رو برای ما امکان پذیر میکنن. حالا اسکلت یا استخوان بندی جانبی. بقیه استخوان‌های بدن عضو استخوان بندی جانبی یا ضمیمه هستن که آنها به استخوان بندی محوری وصل میشن و ضمیمه میشن. 126 تا استخوان باقی مانده مثل شانه، بازو، پا، لگن و غیره جز استخوان بندی جانبی هن. این استخوان بندی جانبی اعضای استخوانی که در آن هستن حالا از وظایفشون حفاظت از اندام های گوارشی، تولید مثل، لگن، عامل را رفتن، دویدن، بلند کردن اجسام هستن.